سلام به دوستان کانال مخاطب خاص تو این ویدیو راجع به یکی از پرکارترین بازیگران سینمای ایران که با چهره جوان و جذابی که داره و اصلا مشخص نیست که وارد دهی 50 سالگی شده ویدیو تهیه کردیم پس با ما همراه باشین امین حیایی بازیگری که طرفدارای زیادی داره و اینم مثل رضا عطاران کم خنده به لبمون نیاورده. امین حیایی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیونه که متولد 19 خرداد 49 تو قیطریه تهرانه. فرزند بزرگ خانواده است یه برادر به اسم امید داره که تو کارهای مربوط به موسیقی فعالیت میکنه. خودش هم تو بیمارستان شهدای تجریش به دنیا اومده. یه خواهری هم داشته که تو سن 21 سالگی سال 70 به خاطر سرطان فوت میکنه. امین حیایی فارغ تحصیل کامپیوتر مادرش معلمه و پدرش هم تقی حیایی شغل آزاد داشته که سالها پیش به دلیل سکته قلبی فوت کردن. امین کودکی خودشو همراه با پدر و مادرش تو قیتری تهران گذرونده. دوستان برای حمایت از ما ممنون میشم که لایک و کامنت و سابسکرایب کنید امین درس که میخونده در کنارش تو تئاتر هم فعالیت میکرده و بعد گرفتن دیپلم خدمت سربازی خودش رو تو مرکز هنرهای نمایشی عقیدتی سیاسی نیروی هوایی شروع کرده سال هفتاد بازی رو با یه تئاتر کودکان به کارگردانی سریا قاسمی شروع کرده امین دو بار ازدواج کرده یه بار تو سالهای اولیه جوانی خودش با خانم به نام مونا بانکی پور که در واقع فرزند فرزانه داوری یکی از بازیگران سینمای قبل انقلاب بوده ازدواج کردن که این ازدواج هم طولی نکشیده که به جدایی ختم شده این دو نفر هم سایب یه پسری به اسم دارا که متولد 75 شدن مونا بانکی پور تو سریال خواب و بیدار اگه یادتون باشه که ساخته مهدی فخیمزاده بود نقش همسر دانیال حکیمی رو ایفا کرد و مجددا دوباره چهار سال بعد امین دوباره ازدواج کرد ازدواج دومش رو با خانمی به نام نیلوفر خوشخلق که بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر نیلوفر آبادانیه و نیلوفر و امینم تو سریال مثل کلاه پهلوی، خوب و بدزش، فیلم دایره زنگی و چند تا فیلم دیگه با هم هم همبازی بودن. امین علاقه شدیدی به ورزش کردن داره و هر روز به طور منظم حدود یه ساعت و سی دقیقه به ورزش سوارکاری اسکی پیاده روی اختصاص میده. به گفته خودشم هیچ علاقه به کارگردانی اینا نداره. باید بدونین که خودشو همیشه مدیون سریا قاسمی میدونه چون اونو برای اولین بار تو سن 21 سالگی به تئاتر دعوت کرد. به گفته خودش هم که میگه سومین روز در گذشت خواهرم بود که برای اولین فیلم سینماییم در واقع ایفای نقش کردم. برای اولین بار بعد اینکه از تئاتر بیرون اومد، فیلم سینمایی دو همسفر به کارگردانی اسقر هاشمی سال 79 پخش کرد که بعد اون اولین سریال امین هیایی مجموعه تلویزیونی آپارتمان بوده سال 71 و, و اینکه این بازیگر جذاب و مطرح ایرانی با بازی تو سریال همسایه ها مگه یادتون باشه سال 79 که به کارگردانی محمد حسین لطیفی بود جورایی باعث شد که مشهور بشه و یکی دیگه از سریال های مطرحش مجموعه تلویزیونی آمین بود که کنار شاهرخ استخری یک کار بی نظیر و منحصر به فردی رو انجام دادن فیلم های سینمای امین خیلی زیاده و اون تونسته با بازی تو فیلم سینمایی اخراجی ها پله های ترقیش رو به طی کنه اخیرا هم که امین حیایی تو برنامه حصر جدید داور بود که با کارگردانی احسان علیخانی از شبکه سوم سیما پخش می عده ای به تحصیلاتش میگن که درس نخونده و بیشتر تا دیپلم ریاضی فیزیک مدرک داره و بعضی ها میگن که خونده و ادامه داده فوق لیسانسه ساکن لواسونه و خانندگی هم میکنه کافه هم میکنه در واقع با همسرش کافه دارم به اسم کافه وانی. دارا مثل پدرش فعالیت بازیگری داره و تو دوران کودکیش تو سریال مسافر پردردسر و امین و مینا هم پای نقش کرده اما فعالیت خودش رو به صورت حرفه‌ای کنار پدرش تو فیلم شعله ور شروع کرد امین به جز بازیگری و خوانندگی یه مؤسسه فرهنگ هنری هم برای استعدادیابی و معرفی بازیگران با استعداد داره کنار بازیگری هم یه دستی تو نواختن گیتار هم داره و تو عرصه موسیقی هم چند قطعی خونده اون سال هشتاد اولین آلبوم خودش به نام بوی بهش رو روانه بازار میکنه امین تو اخراجی ها تو نقش یه دوز به نام بیژن مرتضوی ظاهر شد که اون درباره نقش بیژن میگه بیشتر این نقش خلاقیت خودم بوده واقعا هم نقش بامزه داشت تو سریال ساخت ایرانم که اخیرا پخش شده بود یه نقش واقعا میتونیم بگیم که اونم با بود هر جا که هستم براشون آرزی سلامتی میکنیم ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین